شرف ترتیب خواهند داد. این فعالان تأکید کردند در تظاهرات روز جمعه از دولت عراق خواسته خواهد شد تا از مردم عراق به خاطر خائن شمردن آنها عذرخواهی نماید. جمعی از مردم در میدان حریه در بغداد تجمع کردند و به شلیک نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان روز 25 فوریه اعتراض نمودند. تجمع کنندگان اعلام کردند که به این حرکت اعتراضی تا تظاهرات روز جمعه 4 مارس ادامه خواهند داد. خبرنگاران گفتند نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان را محاصره نموده و یک حلقه امنیتی اطراف آنها ایجاد نمودند. در استان دیالی عراق خانواده های زندانیان تحصن کردند و خواستار آزادی دستگیر شدگان گردیدند. به گزارش تلویزیون البغدادیه بیش از 100 تن از زنان در داخل شورای شهر در مرکز بعقوبه در این تحصن شرکت کردند. آنان گفتند با توجه به زندانی شدن فرزندانشان با مشکلات معیشتی مواجه هستند. در دیوانیه استادان و کارمندان انستیتوی فنی تظاهراتی برگزار کردند و خواستار برکناری رئیس انستیتو به دلیل مدیریت بد او شدند. مردم سده در استان بابل نیز تظاهرات کردند و خواستار بهبود خدمات و برکناری رئیس و اعضای شورای شهر و بخشدار شدند. کارکنان ارگانهای وابسته به ریاست جمهوری، نخست وزیری و مجلس اعلام کردند که قصد دارند صبح پنجشنبه آینده در مقابل مجلس نمایندگان عراق در داخل منطقه سبز تحصن کنند. به گزارش تلویزیون البغدادیه برخی از آنها گفتند که ما کارمندان جوف هستیم و همکارانشان خواستند که به یاد شهدایی که هر روز با تیرهای سلاح‌های دارای صدا خفه کن و بسته‌های چسبنده به زمین می‌افتند از حقوقشان دفاع کنند و در این رابطه مماشات نکنند. شیخ علی حاتم سلیمان امیر عشایر دولیم در یک کنفرانس مطبوعاتی از نوری مالکی خواست که نیروهای ارتش را از استان الانبار خارج کند. وی تأکید نمود که تظاهرات یک خواسته مردمی است. وی تهدید کرد هر کسی که مردم الانبار را به قتل رسانده مورد حسابرسی قرار خواهند داد. شیخ علی حاتم سلیمان گفت تظاهرات ادامه دارد و کسی نمیتواند آن را متوقف کند، زیرا که مردمی است و تغییر حتمی است. به گزارش تلویزیون الشرقیه بارزانی رئیس منطقه کردستان حول حوادثی که اخیراً در برخی مناطق کردستان رخ داده بود مردم کردستان را مخاطب قرار داد و گفت هر فردی حق تظاهرات مسالمت‌آمیز و تأسیس احزاب سیاسی و شرکت در انتخابات را دارد و مردم می توانند به نفع هر طرفی که فکر می کنند آنها را نمایندگی می کند رای دهند. وی همزمان بر ضرورت ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه کردستان و پایان دادن به فساد در هر جایی تأکید نمود.